بنده سامان یاسینم، 27 ساله از کرمانشاه که ساکن تهرانم. الان نزدیک 10 ماه به جرمی که خودمم نمیدونم زندانیم. من نه آدم سیاسی هستم، نه جزء گروه یا حزبی هستم، نه طرفدار حزبی هستم. منم مثل همه شما میخوام اوضاع زندگیمو بهتر شه، حال دلمو خوب شه. آقای صلواتی قاضی پرونده من اجازه نمیده هیچ وکیلی انتخاب کنم. نزدیک 10 ماه اصلا به من اجازه نداده که حتی یک وکیل انتخاب کنم بره رو پروندم، پروندمو بخونه، چه برسه اینکه رو پروندم کار کنه. یه وکیل تسخیری هم برای من گرفتن به اسم آقای حسین سرتیپی که حتی با اونم تماس میگیرم میگه قاضی نمیذاره برم رو پرونده. من نمیدونم مگه میشه قاضی خودش یه وکیلیو از طرف خودش برات انتخاب کنه بعد نذاره بره رو پرونده؟ مثلا پرونده من چه پروندهیه؟ خیلی پرونده سنگینیه، یا چی تو پروندم دارم که وکیل تسخیری که خودت گرفتی هم نمیشه بره؟ اینا همش برای اذیت کردن، اینا همش دروغه. از وکیل قاضیش هیچ کدوم هیچ حرف راستی به من نمیزنن. توی خونم بودم، نصف شب ریختید منو دستگیر کردید و بردین دنبال چی هستین؟ چه کاری کردم؟ اگه کاری کردم خب مدرک رو کنید بهم جرم بدید، نکردم خب آزادم کنید. چرا مثلا منو بلا تکلیف میذارید؟ به خدا که 100 سال دیگه منو نگهداری چیزی از من در نمیاد، چون واقعا من هیچ کاری نکردم. کارم و شغلم همین موسیقی و کارهای گرافیکی، جزینم کاری بلد نیستم، فعالیتی هم ندارم، سرم تو زندگی خودمه. من گفتم نه سیاسی هم، نه جزء حزبی هم، نه سوادشو دارم میخوام در مورد سیاست و این چیزا حرف بزنم و کاری به این کارا ندارم. 4 تا آهنگم خوندم برای اوضاع بدبختای خودمون، بدبختره که کف خیابونن، برای درد جامعه است. اگه اینا سیاسی خب باشه، من آدم سیاسی هستم، از درد مردم گفتن، از درد جامعه گفتن، اینا سیاسی، من دیگه نمیدونم چی بگم. منم بچه همین آب و خاکم، بچه همین ایرانم، از خودتون